یک اشاره میکنم و هدایت های لازم بعد از بارسه سر میشنم، چرا که ما شما در این نظام عمر ما این تمی سرحقی که فیلم قرار داریم رسید تجربه خودش بیتری دوست است. با اون خاطر مشکلات های بومی که موجود است بیشتر و بیشتر سر اینمی سنوفی که این روزایی جلسه حضور داریم متوجه شما است. چرا؟ استقاقی 24 ساعته یک سرباز نمیرسد. چرا قطعه ما در یک ولایت ناغا میشد 3 ماه آشه ندارد؟ چرا قطعه ما در یک زون 5 ماه نام نمیگیره و شما میشنید در مطبوعات آخر صدایش میبره که میره در خانه های مردم در یاد خدای 5 دانه نام بگیره؟ یا یک سرباز زمان مجبور میشه ماش خود میگیره نام با این میره نام میگیره؟ چی نیست در وزارت داخله؟ هر چیز است، هر امکانات موجود است، ولی چیزی که بسیار کمبود داریم و ضروری مدیریت خوب و رهبری خوب است که از قدمی قرارگاه وزارت داخله تا قدمی یک ولسوالی ده. ما زمانی که قرارداد میکنیم در این شب و روزا جناب معاون صاحب در جریان است که قراردادها صورت میگیره. چرا سرویس لوجستیک ما و تدارکات ما و خریداری ما تثبیت احتیاجی خوب خوبا را کرده نمیتونه؟ چرا در این سال شما آشیتان قراردادی هم نهیم مثل یک مافیا و لسرتان غور میزنه که برادر تو زیاد خوردی خرجیت خلاش را دیگه خرج نمیتونه؟ چرا در چیش به کنترول را ایجاد نکرد؟ چرا تفتیش به زمانی که تصمیت اعتیاد میشد مشوره نداد؟ چرا لوجستی خودش من حیث یک سنف اساسی یک تصمیت اعتیادی خوب درست کرده نکنید؟ بسیار برای ما، برای وزیر داخله، برای معاون اول ما یه بسیار شرم‌آور است که قراردادی بیاد به سنف ما دوازده را بالغت بزن توی اضافه فور شدی. قانون تدارکات پیش موجود است، تعلیم نامه های لوجستیک پیش تو موجود است، شرایط جنگ پیش تو موجود است. تو چطور پیش بینجوره نتانستی؟ تو چطور راپورای استخبارات خونده نتانستی که تحقیدات در سال 2017 چطور است؟ در سال 2018 چطور میشه؟ یا در سال 97 تحقیدات دشمن در کدام مهارت است؟ در سال 96 و در سال 97 چی پیلان داره؟ حتی اقل شما نتانستی که یک سال پیش بینیم ما در وزارت دفاع این مشکل نداریم نمیادیم. این مشکل فعلا این پروبلم در وزارت دفاع نیست. پدر کلان قراردادی نمیتونه که بیاید از مقابل وزیر دفاع اثبات شود اونو بیادر تو پیش خورشتی. شرایط جنگ است، از یک کتر ها میکنیم به دیگر کتر، از یک کتر ها میکنیم به دیگر کتر و پلیس محلی آشر نداره، خیلیش مردمی نداره، مردم در دفاع میکرده عسکر نون بخواه، مردم از خانه خود میبره پالی عسکر دستاب بشه نون نداره. پس با اون لحاظ صلاحیت وزیر داخل است که وظیفه بیده که ولسوالی، کماندان امنیت، کماندان ولایت این مردمی که این روز تفنگ گرفته آمده در پالی آشه بیده. این صلاحیت رئیس جمهور است، صلاحیت وزیر داخل و وزیر دفاع است. پس ما باید پیشبین باشیم وضعیت جاری کشور خود و تهدیداتی که فعلا در مقابل این وطن قرار دارد ما یک تثبیت احتیاجی کلی را داشته باشیم که در اون نظرات رئیس تفتیش اشد بزدارود است، نظرات رئیس استخبارات اشد بزدارود است، نظرات تمام صنف ما اشد بزدارود است، تا که ما نظرات دکتورین خود را جمع بکنیم مطابق یک معقولی خوب مسلکی بتونیم تثبیت کنیم. دوستا ما جدی براتون میگم، رئیس تفتیش، کارمنداش جنایی استخبارات، هر قراردادی در هر دفتر که میره دفتر ما به هر کم روحیه در مقابل از او برخورد میکنه نمیتونه که هم حساب او را ارائه کنه برش و هم حق خود و سرباز خود مطالبه کنه. نشنیدن شنیدن گوش هر منصوب پلیس از گفای
منفیگرایی پور است. یعنی که ما باید مانده که آی مردم بخیزه برای ما شما بگوف بر شما که از کارتان میره در خانه مردم نام گدایی میکنه. شرط از بی که احتیاج کارتان نتانستیم. ما در سال 2007 و 2010 کماندار قول اردو بودم. زمانی که بخش لوجستیک ما و تدارکات ما تثبیت احتیاج میکرد تمام سنوب ما چقدر قوت دارم انسان و در سال آینده که من این قرارداد میکنم چقدر باید ما پیشبین باشیم برای تهدیدات وضع امنیتی. تمام قراردادها را اعلان میکنم برایشان که در فلان روز فلان بخش لوجستیکی ما قرارداد میکنم. اینه ما 100 نفر، 50 نفر، 80 نفر در طلب میشکن پیش از اینکه ما امی اصناد از یارا ببینم برایشان میگوتون هر کس که سبوتاج بکنه ما او آدم از عزیز یارا سخو میکشم دیگه او را در لیستی بسیار خراب میگرم و او حق دیگه اشتراک کردن ندار. با بود حاض ما امروز بسیار دچار مشکل هستیم که ما نتانستیم سال گذشته قرارداد خوب بکنیم. پایین ترین نرخ قبول نکنیم. این هدایت رئیس جمهور افغانستان هست. این مستحق بودن سرباز شما هست که خوبترین قرارداد باید انجام بدیم. خوبترین تثبیت احتیاج شما بکنیم و روان کنیم به تدارکات ملی. تمام نرخ از دورترین ولسوالی باید بگیرد و تفتیش واجب میشه از کنترول یک نان خشک است. دوستای عزیز با 2 افغانی قرارداد شد. یک قراردادی 28 ولایت قرارداد کرد یک نفر. آیا یک نان خشک کنامت در 2 افغانی خریده تفتیش امیر کنترول کرد لوجستیک در دانش زد امیر آفر شد خریداری ما در دانش زد که بپدر تو از کجا گریده که تو در 2 افغانی گرفتی یک نان خشک قرارداد کرد. یک تخم مرغ به 2 افغانی قرارداد شده. آیا شما کدام وقت خوردین در خانتان در 2 افغانی تخم مرغ؟ اینها باند مافیایی است که دشمن تنها کسی نیست که در مقابل ما انتحاری و انفجاری و مدربه و جنگ و ترور میکنه. این خودش یک دشمن. موضوع دوم ما بیشترین موضوعات مستر لوجستیک است و ارتباط یک بسنش تفتیش و جنایی. جناب مولوی سید اول در تامخانی قرارگاه وزارت داخله رفتم من. هیچ دگرگاه در تامخانه نمیه. هیچ جنرال در تامخانه نمیه. بهترین تامخانه است. بهترین نظافت است. بهترین غذا است. هیچ کس نمیه. فرد 2-3 نفر دید دادید شد و دانه اشکاسخانه اصلاب است برای فلان رئیس میکنم، برای فلان مدیر میکنم، برای فلان خانسه میکنم، برای فلان خانسه از گو ودودش برای کسی که در تامخانه میموند نام باقی نمیموند. اولش کلی که ما میرین در دفترهای خود باقی مانده پس مردیش برای عسکر دید چیز نمیموند جنب ما آنجا چطور اون لوجستیک رو بتونه او 6-7 نفری که بیچاره که در اونجا نام میخوره برای از اون چیزی را از دیگ بکشه و در خواب بومن. کدام یک از کارمنده های تفتیش ما دیلواجی کاره کرد؟ کدام یک از مسئولین لوجستی که ما سرزی استاد شد؟ هیچ رئیس خونه نیست. حتی دگروار هم نمیرد اون خونه. میشه امین از منصوبی میتون؟ در پولیش نمیشه نام نمیخوره؟ این خطاب این برای شما نیست، خطاب این من برای کلگی ماست، برای کلگی ماست. پس با اون ماست. موضوع دومی که بسیار مهم است رئیس امنیت تفتیش، حتی اکثر دوستان بدل آشا میگیره. دقیقی نظامی بدل آشا. و او هم نان میخوره و هم بدل آشا را در جبهات میکنه. کدام تفتیش ما را کنترل کنه؟ در ریاست اپراسیون شما صنوف مختلف در اونجی نکری میکنم. در 3 شفت یا شب تا صبح در مخابره و تلویزیون چک میزنم. برای نامش که ببینید کدام حالت است.
کدام روز یک از سر رو بیشتن. رئیس لوجستیک رفت، رئیس خریداری رفت و دیگه سنوز ما رفت یک عوام گریت از پیشون. یه دستگری یک معمول است که هر کسی یک کار کرد و اون بارکش یه همیشگی هم است. در وقت امتیاز باز هیچ کس چیزی نگه نشید. سالی که در 28% مدال سهمیت داره بیست پیجانتون ما کسی هست؟ نیست پیجانتون. پیجانتون فقط چیش میخواد کار میگره برای هر کس مدال میشه. کماندانی که تیهی که دو مرتبه رو من زده مدال برش داده نمیشه. پس به اون خاطر شما کلگتان دیدین که کمدگاه چی گره است و رئیس جمهور غنی قلب سراخ سراخ است از عدم مدیریت و مواظبت دائمی از منصوبین شما. بیایید از این حالت بکشید به این سمینار خوب مشکلات را علاجی بکنید. به خدا برتان بگم که ما تا دو بجه شب با تا قدمی ولسوالی را گپ میزنم ولی این سرم سفید شده وزارت داخله خلاص رفتم از رنج بی پایانی که من میشنم. موضوع دیگه ای که من دارم تختری موضوع است. 10 سال مساری ضایعات محاسبت جناب امام سکوات در وزارت داخله صورت نگرفتن که تار تلس شده سرباز رفتن کماندان تولهی که جنده بوده شهید شده. اما امروز فامیلش از این جزادش استفاده کرده نمی کن با تمام انسانات جمعزو در پاید قید مونده. آیا یک شهیدی که جان خود میده امی مستحق امی پاداش است؟ تو کماندان زون، تو کماندان ولایت، تو کماندان ولسوالی شما نتونستی که زمانی که یک نفر رخصت میره دیگر لزونه یک عیت 3 نفره رو در داخل کتاب بین کنی و یک کسی دیگه بدی. چرا نکدی؟ این تفتیش میتونه بیکشن در قانون. چرا کماندان کار نکدی که امروز پشتی مرده، پشتی شهید، پشتی معیوب تو تمام جنایت خود، تمام بیکارگی و تنبلی خود پایده نشد؟ انباهای کاغذ است در ریاست لوجستیک. زمانی که ما کماندانی سیستیکر و وارس محکم میگیریم که برادر چرا ترانه میتی بری ما؟ چرا عمومی نمیتی بری ما؟ چرا برای ما رجب نمیتی؟ کمپیوتر خود میره پیش روی ما میکشد دیتابیس خود واز میکرد 120% میگه شما اعتماد است. برادرهای عزیزم هم مسلک های خوبیم 120% تو اعتماد استی. امی دان و امی کدام چشم باشه که ما طلبه دیا از یخنش میگرم که برادر ما را اعتماد میگه بیا این صحب بیدی به این 20% بیدی اگر بندشت دشمن افتاد اگر تخریب شده در همینج یک جنرال، یک دگروال، یک ساتنمن، یک چیز در همینج موجود نبود که همین جمع خود پاک کنه. حالی که جمع شده کس امضا نمیدن. هر کس از امضای خود میترسه. مدر شما میگون که نترسین از امضای تون. مدر شما میگون که از صلاحیت های تون خوب با جرعت استفاده بکنید. این خوبی تو نیست. این خودش یک فساد است، بحران است که تو از 10 سال حسابتان را پاک کرده نمیتونی. اگر تفتیش ما در قدم زوم وظیفه‌اش را درست اجرا کرده رئیس تفتیش با صلاحیت امضایش را تایید کرد. اگر اپراسیون ما در قدم قماندانی امنیت تایید کرده که بله امی عامی به دست دشمن افتاده و امی عامی تخریب شده من زده زمانی که اپراسیون تکتیش تایید کرد رئیس اپراسیون با جرعت تاییدش کرد آجل مارسی که تفاق. زمانی که مدیر استخبارات اولد مرمای هم گفت دفزن تشکر هم گفت گفت امیل از قدمور رو تاپیش مدیر خود روان میکرد تماما امضای مدیرای استخبارات برن تایید بکنه و جمع پا کنه. بله اگر راپور داری لطفاً به زیرش نشته کن که در گنج حیف و میل و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه اشتراک بیفته. دوستای عزیز ما مجبور شدیم هر چیز امضا بکنیم ولی باز محمل کردیم بر شما که هر امضای من مغایر با قانون بود
توقف شدیم به این مرکلات جنابمان سید اول مجبور شده که هر چیز ارضا بکنه بخاطر پیشبرد روند کاری و مربوط به شماست میره که او را روزها ماها نگاه کنیم و او آدمی که ورخت برای شما میاره یا او قطعه که برای شما میاره و توبه حاضر شده بوده یا ایوها الذین آمنوا توبوا توبة نصوحا از گوش خود بگیر که آمد سلام بچه شما بیا بشی بیا باقل سر بیا فرمیتا لطفا کفی سمایت نمان شعبات رئیس به تفتیش در این سمینار هدایت بدی تفتیزی سمایت کرده درشان هدایت بدی هر مصارف و ضایار در کتاب صورت میگره با وقت و زمان نرسید که مدیر تفتیش ما جرمه میکن اگر این باشه با وقت و زمان نرسید که مدیر لوجستیک از وظیفش برطرف میکن با وقت و زمان وظیفش انجام نداد دیگر جرمه میشه با خبر هم ماست ما در اجاره دفاعی کار کردیم جناب با اجزای سبت شورای امنیت بود خبر داره و آرس هم تصمیم گرفته که کار مدن از نومت بهترین تحسیصات را ساختیم در گردیس سه چهار کمانداری جمع شدن یک مطربه ما مد کلیشن از حد در بین بودن دارد کدن که ندن آمد برو هفت کلومیتر در اونی بهترین تحسیصات در جنراتور تی رقص داره آخر کمانداری آرس مجبور شد بود که ما این جریمه بیدن اگر این مسارفی که شما فعلا رویدیش شماست و ایلا هر چهاجر تصفیه نکنیم ریاست لوجستیک با خبر باشه با تمام کمکاری هایش و منتظر جزای خود باشه یک روز ماه شما بگرده باز میفهمون که چطور گرشت از تمام بخشای جنایی ما و بخشای کشف ما استخبارات ما راضی هستیم ولی باز هم تقسیم وظایف در منصوبه میتونم که در کتابات هست برای شما وظیفه بیدیم بخواییم راجع به عمل کرده هر منصوب معلومات بگیریم او را تحریک نکنیم او را تشویق نکنیم که نظم و دیسیپلین و تعلیمنامه جمع نظام و تعلیمنامه گارنیزون و کراول روایت نکنیم ما مدیر استخبارات هستم موترش کراول را مرام نکنیم ما مدیر جنایی هستم هر کسی دلیم خواست میگیرم هر کسی دلیم خواست اعلام میکنم هیچ کس از قانون که بالاتر هر عملی که میکنه جرم است جناب رئیس تفتیش معاون سید اول پیشنهاد دارم خدمت شما که موضوع بدل آشره و موضوع نان خوردن در تنخانه و موضوع یزیره که اگر بسیار چه میکنم ما معاون سید اول هم میریم همجین هم هیچ برای ما شرمایی نیست و لوجستیک یک هدایت مشخص داده شود و ایره تفتیش کنترول که چرا این رواج است هم بدل آشه میکنند هم نیم نام میخوند هم آشیش در تانخانه اول است هم نیه دو نفر اول است نیه ده نفر از اینجا میره خیلده در تانخانه چی میمانه؟ زبیستان آمده رئیس تفتیش هدایت جدی بیدی برای تمام مدرهای تفتیش کنترول بکنه تو بینه که البسیل زمستانی رسیده نرسیده وسایلشان در زمستان آماده شده نشده بخاری هایشان آماده شده نشده و تحسیصاتشان حفظ و مراقبتش در زمستان آماده شده نشده